من رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم. من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این در اردیبهشت ماه 1305 رضاخان میرپنج ملقب به سردار سپه با نام رضاشاه بر تخت سلطنت نشست و دودمان پهلوی را بنیاد کرد. رضاشاه از تبار شاهان نبود، اما به گفته دکتر سیف پور فاطمی روستازادهی بود که به شاهی رسید. رضاشاه پسر داداش بکت از اهل مازندران بود. به طوری که خودش نقل کرده بود، در بچگی پدرش میمیرد، مادرش از مازندران به تهران میاد. در راه که رضاشاه بچه کوچکی بوده است، به واسطه مرض فکر میکنند که مرده است. او را در یک آخری میگذارند و حرکت میکنند. قافله بعدی که میرسد میبیند که هنوز زنده است. او را بر میدارد و میارد به مادرش میدهد. بعد در سن 15 سالگی وارد قزاقخانه که اون وقت در دست روسا بود میشد. البته معلوماتی نداشت است. معلوماتش در حدود کلاس 4 ابتدایی بود است. از اونجا همینطور به واسطه پشت کاری که داشته است و شخص با شهامتی بوده است جلو میرد. در جنگ های سالار دوره و جنگ های غرب ایران از خود شهامت نشون میدهد و همینطور در جنگ های مازندران بر ضد بلشویک ها هم از خود شهامت نشون میدهد و در همونجا بود که مورد توجه جنرال آیرساید که اون وقت فرمانده قوای انگلیس در شمال ایران در زمان جنگ بود در قزوین میشد و از اونجا در 3 هوت 1299 با عده 2500 قزاق با سید ضیاءالدین وارد تهران میشن و کودتای 1299 انجام میگیرد و بعد در اردیبهشت 1305 رضاشاه تاجگذاری میکند و به سلطنت میرسد. شاه پهلوی که حکومت مرکزی نسبتاً مقتدر ایجاد کرده بود، اکنون در پی طرح‌های اصلاحی برای کشور بود و به گفته ارتش بود فریدون جم، رضاشاه اجرای این طرح‌ها را نیز تنها با اعمال قدرت میسر می‌دید. در اون محیط اون موقع ایران می‌فهمید که باید مردم یک حالا از روی اعتقاد و عقیده و نمی‌دونم تشخیص مصالح و منافع نیست، میگه اقلا از روی ترس اجبار هم شده باید اطاعت بکنن، یک نوع وحدتی برای رفتن به طرف یه هدف. و اعلیحضرت اون موقع بدون داشتن پول و بدون داشتن آدم توانستن در عرض چند سال مملکت رو بالاخره به یک راه ترقی بندازن. از لحاظ مدرسه و باز کردن مدرسه ها و ساختن دانشگاه و ایجاد راه آهن و ساختن راه و آوردن کارخانه قند و نمیدونم پارچه بافی و از این کارها، این جوانهایی که رفتن تحصیل کردن و مدرسه رفتن و دانشگاه رفتند و به وسیله دولت به خارج فرستاده شدند، تحصیل کردن در خارج برگشتن به ایران، اون موقعی که نمیدونم هر همه مجبور بودن برای کاغذ بنوشتن برن در مسجد شاه بشینن کاغذشون رو بدن این نفر میزه بنویسه و این دستگاه دولت، این دستگاه نمیدونم فرهنگی، دستگاه ارتش مسلماً حالا چه بخوان بگوین چه بخوان نگوین مقدار خیلی زیادی از اون میراث مونده. برای رضاشاه که بر اشراف و قاجاری فائق آمده بود و سران قبائل را رام کرده بود، تنها نهاد قوی علما بودند و به گفته مهندس بازرگان، رضاشاه اندک اندک به تضعیف علما پرداخت. با اقداماتی که او میخواست بکنه که اولتر اون اقدامات اسمش اصلاح طلبی و تجدد بود، فشار از هر طرف اون وقت روی هم مراسم دینی آمد، هم مطبوعات دینی آزاد نبودن، همه چی میرسن نسبت به عزاداری و مراسم مذهبی مشکلات ایجاد کرد. وقتی لباس متحد و شکل میخواست درست بکنه، فشار روی عبا و عنا آمد. اینی که روابط دولت با روحانیت میخوام بگم معکوس شد، اینی که اونا دیگه مخالف شدن. مقاومت علما در برابر رضاشاه بر شدت عمل رضاشاه افزود.
رضا شاه در ایران نوینی که می‌خواست بسازد به تشویق مشاورانش از طرفی از ایران باستان و از طرفی از غرب الهام می‌گرفت. از همین رو او دیگر نیازی به علما احساس نمی‌کرد و آنها را به گفته دکتر سیف پور فاطمی مانع کار خود می‌دید. رضا شاه می‌گفت که تا این قوه در مملکت باقی هست برای من حکومت کردن مشکل است. تا اینکه در 1308 که در نتیجه تغییر کلاه و در نتیجه ثبت اسناد و گذشتن قانون اوقاف علما شورش کردند و در اصفهان مردم اعتصاب کردند، عده زیادی از علما به قم آمدند، در قم بر ضد حکومت و بر ضد نظام وظیفه اعلام جهاد کردند. از اون تاریخ به بعد فشار حکومت نسبت به علما و آخوندها فوق العاده زیاد شد و در همین موقع بود که قضیه برداشتن حجاب مطرح شد و اون در روز معینی خودش با ملکه و شاهدختها به دانشسرای تهران در مهر بود، به دانشسرای تهران آمدند و از اون روز به بعد دستور به حکام و رؤسای شهربانی در تمام ولایات دادند که باید به هر قیمتی هست حجاب را بردارن. البته در برداشتن حجاب از طرف شهربانی ها هم یه مقدار زیاد فشار بی خود به مردم آمد، مخصوصا زنهای پیر که حاضر نبودن حجاب بردارن، اینها را در کوچه و بازار بهشون اذیت میکردن. از این تاریخ به بعد دیگه از نفوذ علما در مملکت هیچ اثری نبود. تندی‌های رضا شاه در اعمال کشف حجاب و کشتار در مسجد گوهرشاد مشهد و فشارهای او علیه روحانیت در یاد روحانیون ماند. آیت الله خمینی که در زمان رضا شاه در قم تحصیل می‌کرد و درس می‌داد، خود از تلخی این ایام خاطره‌ها دارد. روحانیون در زمان رضا شاه پهلوی خبر اتومبیلشون نمی‌کردن. مرحوم اصحاب باشه تهرانی رحمه الله گفت من عراق می‌خواستم سوار اتومبیلشم، شوفر گفت که ما دو تای فرا سوار نمی‌کنیم که آخونده که پایشه. البته برخورد علما با رضا شاه یکسان نبود و آنطور که احسان نراقی میگوید خود روحانیون هم در برخورد با جهان نو همسان نبودند. البته روحانیان ما هم خیلیشون در اون دوره دقیقاً یک چهره ارتجاعی داشتن و مردم رو نمیخواستن که روشن بشن. مردم با پیشرفت افکار، با تجدد واقعی موافقتی نداشتن. ادی کمی از روحانیون واقعا روحانیون روشن و آزادی خواه و متجدد و اونایی که دنبال فکر سید جمال اسدآبادی نبودن اونجور فکر میکردن، ولی اکثریت یه حالت عقب موندگی داشتن. از این موضوع رضا شاه استفاده کرد و روحانیت رو کوبید. برخی از روحانیون همانند آیت الله سید حسین طباطبایی قمی تبعید را بر ماندن زیر حکومت رضا شاه ترجیح دادند، ولی با آنها که تسلیم شده بودند به گفته ارتش بود جمع رضا شاه برخورد درستی داشت. رضا شاه مرد واقع بینی بود، همیشه امکانات رو در نظر می گرفت و به همین سبب هم بود که همیشه در روابطش با مجتهدان به نهایت مؤدب بود و نمیدونم بفرمایید و سبحکم الله و نمیدونم حالا عقیده باطنیش من کاری ندارم، ولی بالاخره روابطش با اینها ظاهرا درست بود. ولی البته حاضر نبود که روحانیت در کارهای سیاسی من بکرد دخالت بکنه و اونطوری که من استنباط میکنم معتقد بود که باید ایران یه حکومت لایق مثل ترکیه داشته باشه. اما به عقیده احسان نراقی طرح‌های اصلاحی رضا شاه برخلاف اصلاحات آتاتورک در ترکیه ریشه فکری عمیقی نداشت. شما اگر نگاه کنید مقایسه کنید رضا شاه با آتاتورک، میگه آتاتورک درستی که در ترکیه لایشی تر آورد و سیستم غیر مذهبی، اما اونم یه دکترینی داشت، یه اساسی داشت. اما رضا شاه نه، رضا فقط میخواست که به اسم پیشرفت و ترقی همینطوری خیلی بی‌پروا بدون توجه به مبانی حتی فکر لایق میخواست ایران رو لایق بکنه و این یک کار بسیار عبث و بیفایده بود. نتیجه هم دیدین که عکس‌العمل بده کرد. این عکس‌العمل حتی در میان متجددین تحصیل کرده هم مشهود بود.
چون به گفته دکتر فریدون کشاورز تحصیل کردگان برای خود و برای عامه مردم حق مشارکت در امور سیاسی می‌خواستند. البته فرستادن محصل به اروپا، ایجاد دانشگاه، ایجاد راه آهن سرتاسری ایران و بعضی کارهای دیگه کارهای مهمی است، ولی یک نکته به نظر من مهمتر از همه چیزه و اون این هست که هر فرد سیاسی که حکومت رو میگیره اساسی ترین وظیفش این هست که مردم رو باسواد بکنه. و منظور از مردم یک عده الیت نیست، دهقان‌ها، کارگران، محرومین رو باسواد بکنه، بگذاره که اینها وارد میدان سیاسی بشن، سیاست بشن و کمک بکنه که اینها آزادی و دموکراسی رو تمرین بکنن و از حقوق خودشون استفاده کنن به وسیله انتخاب نمایندگان واقعیشون. رضا شاه نکرد. ارتش بودجم میگوید که رضا شاه مستبد بود ولی کار را به دیگران واگذار میکرد. اختیارات میدادن ولی مسئولیت میخواستن. اگر یک کسی سر کار بود، اگه خلافی میکرد، خب پدرش در میوردن. ولی دیگه برای آب خوردن دیگه منتظر نبودن که دست بلند کنه اجازه بگیری. اما خشونت رضا شاه فقط شامل حال مسئولان و ماموران نبود. بسیاری از روشنفکران و ملیون نیز که با رضا شاه اختلاف عقیده داشتند، به گفته دکتر فریدون کشاورز، قربانی خشونت او شدند. فرخی در تهران زندانی کردن برای اینکه مخالف سلطنت رضا شاه بود. بعد دستور رسید که خفش کنن. دو سه نفر بالش گذاشتن روی صورتش، نشستن روی بالش تا خفه شد. کشتنش بدبخت. عشقی رو کشتن. داور رو مجبور کرد به اینکه تریاک بخوره خودکشی بکنه. سلطه دوله قشقایی رو کشت. سردار اسد بختیاری رو کشت. تیمورتاش رو کشت. آخه اینا رو محاکمه کنید. وکیل دعاوی بیاد. هیئت منصفه بیاد. اینا همه از لحاظ سیاسی اعدام شده. من نمیخوام بگم خوب بودن یا بد، ولی قانون باید در مملکت حکم فرما باشه. خب یه عده زیادی رو کشت اینجوری دیگه. برخی از این مخالفان نه فقط به طرز حکومت بلکه به مالندوزی رضا شاه و غصب املاک مردم انتقاد داشتند. رضا شاه که در آغاز کار حتی یک خانه مسکونی نداشت، هزاران روستا را در گوشه و کنار ایران به نام خود غصب کرد. کاری که حتی نزدیکانی نظیر ارتش بودجم تأیید نمی کنند. نه اون وقت می پسندیدم اینو و نه حالا می تونم تأیید بکنم که این کار درستی بوده. همیشه بد بوده. اصلا شاه یا رئیس مملکت حافظ منافع ملتش باید باشه، نه اینکه خودش رقیب باشه بخواد اینا رو برای خودش از ملتش لخ کنه. من اینه هیچ وقت نمیتوانسته، نه اون وقت تایید میکردم نه حالا. ولی خب میشنیدم که ایشان میگفتم من میخواهم اینجا رو مثلا این املاک رو آباد بکنم که مدل بشه برای دیگر. اینه من شنیده بودم، ولی باز این مجوزی نیست که آدم املاک مردم به زور بگیری. ولی اینم باید بگم به تمام این املاک و دینار همه هم بدون هیچ تأسف گذاشتن و رفتن. فساد و خودکامگی حکومت رضا شاه بر تعداد مخالفان او افزود و بسیاری از جوانان تحصیل کرده و روشنفکر که خواستار اصلاح امور بودند به زندان افتادند. در میان آنها گروه 53 نفر از همه مشهورتر است که بعداً با تشکیل حزب توده منشأ تحولات مهم می شد. یکی از آنها بزرگ علوی بود. این گروه عبارت بود از روشنفکر، استاد، دانشجو و کارمند و چند نفر آدمای خردپای اهل فن بودند. توی حروفچینی کار میکردن یا مثلا توی راه آهن. اینها ترجمه شخص منده این بود که من که اصلا نمیخواستم وارد جنبه سیاسی بشم، خواهی نخواهی در نتیجه این که ما و دکتر ایرانی با هم می نشستیم و به کتاب می خوندیم، یک مرتبه ما رو توی این جمعیت انداختن. اما این که کسی تصور بکنه که این کتاب خوندن اینها بحث و قرائت کتابای مارکسیستی
یک حزب کمونیستی بود، این چیزیست که شهربانی وقت برای ترسوندن شاه درست کرده بود. به گفته دکتر کریم سنجابی، حتی آنان که مخالف فعال نبودند در جو آن روز می ترسیدند. در این مدت من از لحاظ کارهای اداری در حال پیشرفت بودم، ولی در واقع و حقیقت همیشه از یک نقطه ضعف در زحمت بودم، و آن این که چون از خانواده ایلات و عشایر بودم و پدرم و عموهای من در حکومت رضاشاهی تحت نظر بودند، همیشه من این خوف را از دستگاه تیمسار مختاری و دستگاه پلیس رو داشتم و همیشه مثل این که چشم مختاری را پشت سر خودم می دیدم و همیشه از این نقطه ضعف رنج می بردم. در همین موقع بود که اون قضیه 53 نفر پیش آمد که گرفتار شدن. من با این که کمونیست نبودم، ولی کتاب های کمونیستی رو داشتم تمام. کتاب کارل مارکس را، کتاب های از این قبیل رو داشتم. شب مجبور شدم کلفت و نوکر از خانه بیرون کنیم، با خانم نشستیم، این کتاب ها رو سوزاندیم، آتش زدیم و بعد آتش و خاکستر اینا رو تمام شستن. رضا شاه گرچه در سیاست داخلی با خشونت و اقتدار عمل می کرد، اما در برابر خارجیان رفتار متفاوتی داشت. به گفته دکتر سیف‌پور فاطمی، این تضاد تا حدی ناشی از این بود که به کمک خارجیان به قدرت رسیده بود. رضا شاه را بدون شک انگلیس‌ها آوردند، ولی به طور قطع رضا شاه وطن پرست بود. ولی وطن پرستی بود که فکر می‌کرد با تمرکز دادن قدرت در دست خودش و به وسیله زور و اعمال زور می‌تواند مملکت را عوض بکند. این یک جنبش بود. جنبه دیگه این بود که در مقابل قدرت خارجی هم فوری تسلیم می شد. اما ارتش بودجم نظر متفاوتی دارد. هر کسی نحوه بزنه رضا شاه را نشناخته. آدمی بود که مطیع هیچ کس نمی شد. حتی مطیع افسرهای روس اون موقع که تو قضاخونه بود نشده بود، برای که این هم تاریخ دیگه. این آدمی نبود که از کسی تبعیت میکنه و مطیع نمیدونم آیرن ساید باشه یا مطیع نمیدونم انگلیس باشه. ممکنه تشخیص داده باشه، حالا من نمیدونم، من وارد اون موقع جوان بودم، خیلی با اطلاعاتی ندارم که بتوانم اظهار نظر بکنم که تشخیص داده که مثلا سیاست مملکت ایجاب میکنه که این سیاست بهتر از اون سیاسته، اونا رو من نمیدونم. ولی خلاصه در این سالهایی که من ایشان دیدم، هیچ وقت من ندیدم و نشنیدم که بخواهد از یک خارجی تبعیت بکنه اینا. احسان نراقی معتقد است که رضا شاه میخواست مستقل باشد اما نمیتوانست. این شکی نیست که انگلیس ها آوردنش، خیلی مرعوب انگلیس ها بود، ولی در این حال شاید خیلی هم نمیخواست که همیشه این حالات نگرده، کمان که در چند سال آخر به طرف آلمان ها تمایل پیدا کرد. این تمایلش به طرف آلمان ها همین حاکی از این بود که درش یک فکری بود که اگه بتونه مستقل باشه، درش میخواست مستقل باشه، مطمئن قد آلودگی داشت که نمیتونست. آلمان دوستی در ایران آن دوره نه تازگی داشت و نه منحصر به رضا شاه بود. به گفته بزرگ علوی، عامه مردم هم که سوابق روس و انگلیس را در ایران بیاد داشتند، آلمان را میستودند. گروه مردم به امید این که دولت رضا شاه از زیر نفوذ دولت انگلستان در خواهد آمد، هواخواه آلمان آلمانه بودن. من یادم میاد که یک روز بلندگو در میدان توپخانه از پیروزی های آلمان هیتلری صحبت میکرد، همه شادی میکردن، دست میزدن. اما آغاز جنگ دوم جهانی و آمدن متفقین به ایران، به گفته دکتر سیف‌پور فاطمی، خاتمه کار رضا شاه بود. با آغاز جنگ جهانی دوم، دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرد و رضا شاه و حکومت ایران میل داشت که بی‌طرف بماند، ولی متاسفانه روز سوم شهریور بدون اطلاع یک مرتبه ساعت 4 صبح وشون روس و ارتش انگلستان وارد ایران شد. در اون موقع رضا شاه که در اوج قدرت بود و مدت 20 سال تنها فرد و کسی بود که بر کشور ایران حکومت کرده بود، یک مرتبه
از خود ضعف و ناتوانی نشون داد، به طوری که 3 مرتبه خیال داشت از تهران فرار کند تا بالاخره روز 23 شهریور فروغی به او صریحا میگوید که کار شما گذشته است. بدین ترتیب مردی که با کمال قدرت مدت 20 سال بر ایران حکومت کرده بود، با منتهای زرد و ناتوانی و عجز کنار رفته، ایران را ترک کرد.